یکی از امکانات فاینال کاتو که عوامل فیلم فوکوس خیلی دوست داشتن، حالا چه تدوینگرش چه کارگردان چه دستیار تدوین، این آیکون کوچولوی این بالا بود که اسمش فیلتر هست. یکی از بزرگترین مزایای فاینال کات ایکس هست، اما یه ذره کار کردن باش عجیبه. علتش هم اینه که اولی که شما باز میکنید فقط این تکست رو اینجا میبینید که فقط تکست های شما رو، اون تایتل هایی که به تایملاین اضافه کردید رو سرچ میکنه، اما این امکان ممکنه خیلی به درتون نخوره. ولی اگر بیاید اینجا روی این مثبت یک کلیک بکنید، امکاناتی به شما میده که بی نظیره. به طور مثال شما دیدید که ما میتونیم کیورد اضافه کنیم به کلیپ هامون و حالا سازماندهی بکنیم تمام کلیپ هامون رو. اینجا شما میتونید بیاید تمام اون کیورد ها رو خیلی راحت پیدا بکنید. اول من میام این آنچک آل رو میزنم به این معنا که آقا نمیخواد بری همه اینا رو الان بگردی، فقط کلیپ های رو نشون من بده که خارجیه. به راحتی شما میتونید بیاید تمام این نماهایی که خارجی هست اینجا ببینید، یا اونایی که نمای ماشینه، یا نماهایی که سمتوش هست، یا نماهایی که خارجیه و ماشین داره، یا به طور مثال نماهایی که داخلیه و سمتوش هست. این امکانی که شما میتونید با این کیورد ها به این راحتی و به این سرعت و اون کلیپ مورد نظرتون دسترسی پیدا بکنید بسیار 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 خوبه. یا مثلا شما میخواین بیاین دنبال یه دیالوگ میگردین، مثل مثلا اوکی بای، یا دیالوگی که مثلا سویت، واقعا فوق العاده عنوان به درد بخوریه. و اینجا شما میتونید بیاین بگین دنبال حالا کلیپ هایی هم بگرد که توشون، بذارین من همه رو انتخاب بکنم، چک آل، که کیورد توشون استفاده نشده. اینجا شما حالا میتونید چیزهایی رو ببینید که کیورد ندارن. اگر شما اینجا بهش بگین include any، یعنی دنبال اونایی بگرد که اینا توش هست، اگر شما بگید doesn't include any، یعنی دنبال اونایی بگرد که اینا توش نیست، از هر دو طریقا میتونید سرچ بکنید. ما تو بخش بعدیمون قطعا خیلی بیشتر راجع به این فیلتر صحبت میکنیم، چون امکانات فوق‌العاده‌ای داره. به طور مثال شما میخواید ببینید که مثلا کدوم سین ها، کدوم تیک ها کجا استفاده شدن، میتونید خیلی راحت اینجا بیاین سرچ بکنید. اگه بخواید بر اساس تاریخ فیلم برداری دنبال کلیپ بگردید، خیلی راحت میتونید این کار اینجا انجام بدید. هرچند که فکر میکنم فقط با تاریخ میلادی کار میکنه، اینو من راستش تست نکردم با تاریخ شمسی، اینو خودتون تست بکنید. اگر دیدید که درست کار میکنه که خوبه، مشکلی نداره. این قسمت فارسی رو کیوردز رو مطمئنم، اینو راستش نمیتونم با اطمینان بگم. یا به طور مثال یوزد مدیا، اگر شما کلیپ هاتون، کلیپ هایی که استفاده شدن یا کلیپ هایی که استفاده نشدن، خیلی راحت همه اینا رو میتونید اینجا ببینید. و حتی اینا رو با هم ترکیب هم میتونید بکنید، کلیپ هایی که استفاده شدن و مثلا کیورد به طور مثال ادلیب دارن، کیورد هایی که استفاده شدن و یا کیورد هایی که استفاده نشدن و ادلیب دارن. ادلیب در واقع همون فلبداهه هست و اون چیزی هستش که خودشون خارج از دیالوگا شروع میکنن به یه چیزی رو فلبداهه گفتن. باز همونطور که گفتم خدمتون، اینجا خیلی امکانات زیادی هست که تو بخش بعدی با هم بیشتر میبینیم. اگر شما خواستید این فیلتر رو کلن حذف بکنین، با یه تکلیک کوچولو اینجا خیلی راحت میتونید شرایط براوزرتون رو برگردونید به اون چیزی که قبلش بود. اگر هم این آیکون کوچولو رو بزنید، تمام این کیورد ها اینجا دیده میشه، ولی توی پروژه سینمایی، توی پروژه بزرگ، ممکنه خب تعداد اینا خیلی زیاد باشه و سرچ کردن اونقدر راحت نباشه. درسته که من میتونم بیام اینجا با یه تکلیک اینا رو هم انتخاب بکنم، ولی خب داشتن این امکان هم مزیت بسیار بسیار فوق‌العاده‌ایه.